جان سالیوان قائم مقام وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار با مقامات ارشد عراقی وعده داده آمریکا در بازسازی عراق نقش فعالی ایفا کند. آقای سالیوان در رأس هیئتی از سازمان‌های مختلف آمریکا در عراق است. گیتا آریان از وزارت خارجه با ماست. گیتا، جزئیات بیشتری از این سفر بهمون بده. حتما. آقای سالیوان تاکیدش در این سفر رابطه بلند مدت آمریکا و عراق خواهد بودش. گسترش روابط اقتصادی، بازسازی عراق. از این رو آقای سالیوان در پنجمین نشست کمیته عالی هماهنگ کننده دو کشور شرکت کرد به همراه معاون نخست وزیر عراق، تعدادی از مشاورین وزارت خارجه آمریکا و همینطور خزانه‌داری آمریکا همراه آقای سالیوان هستند. در سال 2008، یعنی تقریبا 9 سال پیش، آمریکا و عراق پیمان استراتژیک همکاری‌های متعددی رو امضا کردند که خب علاوه بر همکاری‌های نظامی شامل روابط در زمینه آموزش و پرورش، فرهنگی، تجارت، همینطور نیروی انتظامی و مسائل زیست محیطی، انرژی و غیره میشه. و در این جلسه هر دو طرف از پیشرفت در این زمینه ها ابراز رضایت کردند، هر دو راضی بودند و اینکه میخوان مجدداً کماکان این رابطه به همین منوال ادامه داشته باشه و محکم بشه. در بغداد آقای سالیوان با حیدر عبادی نخست وزیر، با وزیر امور خارجه و همینطور رئیس پارلمان اون کشور ملاقات کرد. قرار هست آقای سالیوان به اربیل در اقلیم منطقه کردستان عراق هم بره، اونجا با در واقع نجیبان بارزانی نخست وزیر، معاون او و دیگر مقامات کرد ملاقات بکنه. در هر دو جا، در بغداد و در اربیل، تاکید آقای سالیوان بر این خواهد بود که این دو باید از طریق گفتگو مسائل و اختلافهای سیاسیشون رو حل بکنن. از موارد دیگه‌ای که آقای سالیوان در دستور کار داره برای گفتگو، ادامه مبارزه با داعش هست، اولویت‌های استراتژیک منطقه، انتخابات آینده عراق و همینطور پیشرفت‌هایی که طی این مدت در کردستان عراق به دست اومده. شهرام، ممنونم از تو گیتا آریان که از وزارت خارجه گزارش دادی.